اگر سیل انقلاب 57 ساختار نظام پیشین را دگرگون کرد، بنیاد یک کشور موفق و ثروتمند را که با خود نبرد. حقیقت تلخ این است که واپسگرایی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران از نخستین روزهای انقلاب آغاز شد و همچنان ادامه دارد. همزمان با این واپسگرایی ها، سردمداران این رژیم که همان مبلغین انقلاب گل در مقابل گلوله اند، زمانی که شما در اعتراض به این اوضاع وخیم دست به تجمعی آرام برای کسب آزادی های اساسی خود زدید، گلوله را جایگزین گلها کردند و به وسیله نیروهای فشار خود ندای حق طلبانه شما را در گلو خفه کردند. شما را از بام خوابگاه دانشگاهتان به زیر افکندند، به خاک و خون کشیدند و در زندانهای خود شکنجه دادند. آنچه که امروز تداوم دارد همین مسیر اختناق و واپسگرایی است. آیا این است سرنوشتی که ما برای خود و برای سرزمین خود آرزو داشتیم؟ آیا به راستی این است آنچه که ما ایرانیان در آغاز قرن 21 شایسته اش هستیم؟ پیشگامان راه آزادی، جوانان آگاه، امروز به خوبی دریافته ایم که راه نجات ایران به روی کار آمدن حکومتی است که در آن مردم بدون ولی و قیم و در آزادی و مشارکت کامل حاکم بر سرنوشت خیش باشند. مردم هوشیار ایران به نیکی آگاهند که آزادی در قالب یک دولت دینی مفهومی ندارد. مردم سالاری دینی نقابی است بر بنبست اجتناب ناپذیر یک حکومت دین سالار. جدایی دین از حکومت از نخستین گام ها برای بنیانگذاری یک دموکراسی واقعی است. برای ایجاد حکومتی است که مردم در آن بتوانند قوانینی را وضع کنند که همگام با زمان ضامن عدالت اجتماعی و منافع سیاسی و اقتصادی آنان باشد. این همان راهی است که تمامی کشورهای دموکراتیک و پیشرفته جهان آن را پیموده‌اند. اما رهبران این رژیم، حتی آنان که ادعای حسن نیت دارند، هرگز چنین گامی را بر نخواهند داشت و به چنین راهی نخواهند رفت. این نظام و قانون اساسیش که ملت ایران را صغیر می انگارد، نمی تواند پاسخگوی انتظارات بر حق شما باشد. بنابراین بیش از این نباید با امیدی واهی برای آزادی و دموکراسی در چارچوب این رژیم فرصتها را از دست بدهیم